شالوم علیکم. نکته از پارشای هفته. و یشب یعقوب به ارث مگوره آویو به ارث کنان. و ساکن شد یعقوب در سرزمین زیست پدرش در سرزمین کنان. در این پاسوک تورا به ما آگاهی میده که یعقوب تصمیم گرفت که بشینه، آرام بگیره، ساکن بشه. به همین خاطر از فعل ویشو، لاشوت، نشستن، مستقر شدن، آرامش گرفتن استفاده کرده. ولی برای پدرش و پدرانش از لفظ مگوره آویو استفاده کرده. فرق لاگور و لاشوت چیست؟ لاگور اون هم معنی زیستنه، ولی از ریشه لاگور به معنی گر، غریب بودن، نه ساکن شدن. پدران یعقوب با وجود ساکن شدن خود را در این دنیا غریب می‌بینند، حتی در این سرزمین فعلا حال و هوای غربت احساس می‌کردند، یعنی هنوز احساس کردند که زمان آرامش نرسیده. ولی یعقوب آوینو و یشب تصور کرد که در بدری کافی است، سرگردانی کافی است، سختی ها و مشکلات کافیه، حالا کمی آرام بگیرم، کمی راحت باشم، کمی آسایش. چرا پدران او چنین فکری نکردند؟ یک تناقض و یک تقابلی بین اندیشه او و پدرانش وجود داره. لا شوت بلا گور. اینجا میبینیم که کی انسان ساکن میشه، کی قرار میگیره، کی در جایی دیگه مستقر میشه. خامی فرمودند وقتی که دیگه جایی مستقر میشند، یعنی جایی برای رفتن نیست، جایی برای ادامه نیست، جایی برای حرکت نیست و لازمه که دیگه در همین جا، در همین موقعیت بمونیم. اما این برداشت یعقوب هم همین بود. او فکر کرد که دیگه به کمال رسیده. او فکر کرد که مشکلات را پشت سر گذاشته. او فکر کرد که جا برای ترقی بیشتر از این نیست یا پیشرفت و باید حالا کمی هم با این موقعیتی که به دست آورده باید آسوده باشه و استراحت کنه. اما او نمیدانست که تازه اولی راهه. یعقوب باید میدونست که او یک شخصیت فردی نیست، او پدر قوم بزرگی است، مأموریت و میشن بزرگی در دنیا داره. شاید بتونیم بگیم یعقوب فکر کرد که اون زمان ایدئال ماشیحی فرا رسیده و ما میدونیم که نه تنها در دوره او هنوز فرا نرسیده بود، ما هم شاید هنوز به این مرحله اگر نزدیک شده ایم اما هنوز نرسیدیم. بعضی از اندیشه ها، بعضی از تفکرات در بعضی انسان ها هست که دوران ایدئال مشیحی را بسیار غیر
عادی تصور میکنند، فکر میکنند که یک دورانی هست که دوران مشیحی، دوران غیر عادی که طبیعت به هم بخوره و دنیا دیگری بشه، اتفاقات طور دیگری باشه، قوانین طور دیگری بشه و یک نگاه ایدئالی به زمان مشیح دارند که با طبیعت این جهان خیلی متفاوته. اما در اصل همین در دوران ما میبینیم که با بازگشت قوم اسرائیل به کشور اسرائیل، دوران گئولا شروع شده، دوران مشیح شروع شده، هنوز به کمال نرسیده، اما ما در مراحل این دوران هستیم. نباید اشتباه بکنیم که فکر بکنیم دنیا باید به هم بخوره و همه چی باید عوض بشه، قوانین دنیا عوض بشه به صورت جادویی و غیر طبیعی دنیا ادامه پیدا بکنه. علام کمین هاگو نوهک حخامی فرمودند در دوران مشیح هم دنیا همین دنیای فعلی ما خواهد بود. و اما کسی فکر بکنه که باید همه چی به هم بخوره و همه چیز معجزه آسا تغییر بکنه و دنیای دیگری بشه، شاید این تصوری درست نباشه. آیا رسیده ایم به این زمان؟ نزدیکیم، بسیار نزدیکیم. و یعقوب آوینو در اون زمان فکر کرد که دیگه دنیا حرکت نمیخواد و او و فرزندانش باید اونجا آرام بگیرند. یوسف به اون نشان داد که باید باز حرکت کرد. یوسف باعث شد که اون شلوا و اون آرامش و اون آسایش مورد نظر یعقوب به دست نیاد، و بلکه با رفتن مجدد یوسف به گالوت، به مصر، به کشوری که هم مهد فساد و هم مهد تمدن بود، هنوز هدایت و تیکون دنیا به کمال به کامل نشده. و وقتی یوسف یعقوب را در اون آرامش میبینه که گویی نمیخواد اون را ادامه بده، خود را داوطلب ادامه راه پدر میکنه که بره و به تیکون علام کمک بکنه. وقتی بره و قدرت رو در مصر در دست میگیره و اونها را هدایت میکنه، اقتصاد اونها را در دست میگیره، اونطور که در احادیث آمده حتی اونها را در یک مقطعی موظف میکنه که مسوای میلا را انجام بدند. این تیکون جهانه که یوسف علی رغم ایده فعلی یعقوب که زندگی را در تیکون میدید، راه دیگری را انتخاب میکنه یوسف و شرایطی فراهم میکنه با رویاهاش، با خوابهاش، با اون ایده هایی که داشت، برنامه هایی داشت، مسائل را طوری جور کرد که از اونها جدا بشه و در پارالل با پدرش که اینجا آرامش گرفته بره و دنیا را به شرایط ایدئال الهی نزدیک بکنه. و تمام زندگی یوسف و اون برخوردش با اون ابرقدرت زمانش و هدایت اونها و تغییراتی که اونجا ایجاد میکنه برای رسیدن به همان دوران ایدئال و مشیحی است که یعقوب فکر میکرد به اونجا رسیده. بعضی ها ممکنه بگن دنیا همینه و تاریخ نشون میده که همین طور ادامه خواهد داشت، نباید هدفی برای این دنیا ببینیم. بعضی ها نظرشون اینه که همین طور که الان دنیا هست خواهد گذشت، تاریخی است، کشورها، انسانها، برخوردها، پیشرفتهای علمی، کنفلیکتهای بین بشر، جنگها، همونطوری که تاریخ بوده همین تاریخ هم تکرار میشه و برای این تاریخ و برای این جهان
هدفی نمی بینند. اما تورا به ما طور دیگری میگه و خداوند به یعقوب حرف دیگری میزنه. نه، باید به جای رسید، باید حرکت کرد. و دوران گولا که ما در آستانه شایدن باشیم، هنوز کارهای زیادی مونده که انجام بشه تا به اون دنیای ایدئال برسیم. و به همین خاطر بعضی ها ممکنه بیان بگند که اصلا شاید مشیح نخواهد آمد، شاید دنیا همینه. و حتی درباره کشور اسرائیل بعضی ها میگند، اونا که سکولارند، که همین ایدئال هست، کشور ایجاد شده، قوم اسرائیل به کشور برگشتند، هر کس میخواد میتونه بره اونجا زندگی کنه، آزاد باشه. و فکر میکنن که دیگه منتظر تحول بزرگتری نباید باشیم. ولی نه، اینطور نیست. حتی یعقوب آوینو که خدا شرایطی فراهم میکنه که از این شلوا و از این آرامش که زهود به سر آرامشی که مجازی بود و ظاهری بود در بیاد و جلو بره. و متاسفانه البته توأم با مشکلات بیشتر برای او شد. و اگر کسی فکر بکنه که همینه و دنیا به کمالش همین نخواهد رسید و تاریخ همینطور تکرار میشه، اینها کمبودی از ایمانه که در وجود آنها هست. و به همین خاطر باید به جلو بریم. واقعا به چه گولای ما انتظار میکشیم؟ اون گولا و اون دوران ایدئال مشیحی چه خواهد بود؟ آیا دنیا باید زیر و رو بشه؟ آیا اونطوری که برداشتهای ظاهری از ظهر هست، آیا اون دنیای مشیحی دنیای دیگری است؟ حخامی میگند هر جا در تورا کلمه ویشب آمده، به دنبالش یک مشکلات و سختی های هست. مثلا ویشب اسرائیل بشیتیم و یا خلها هم لیزنوت. قوم اسرائیل در آستانه ورود به که از وقتی از مصر خارج شدن و بعد از 40 سال نزدیک بود که وارد اسرائیل بشن، نوشته و یشب اسرائیل، اسرائیل در منطقه شیتیم ساکن شدند، آرام گرفتند، فکر کردند خب دیگه نزدیک کشور اسرائیل هستیم و دیگه به هدف رسیدیم. اما این تصورات که آدم پیشرفت نکنه، آدم از حرکت باز بیسته، آدم فکر بکنه که به کامل شده، به کمال رسیده، هیچ وقت در این دنیا چنین احساسی نباید داشت. وقتی که ساکن شدند، آرام گرفتند، به خیال خود به کمال رسیدند و یا خلها آم لیزنوت، نبودن ابتکار، نبودن تحول، نبودن پیشرفت، نبودن اعتلای روحانیت و درجا زدن منجر میشه به و یا خلها آم لیزنوت. قوم همه چیز براش یک نواخت شده بود و دنبال تنوع میگشت و اونجا شروع میکنند و اون مسائلی که با دختران معاب و همسایه پیش میاد که به تراژدی بزرگی منجر میشه. چون و یشب اسرائیل، اسرائیل فکر کرد که باید کامل شده باشه و خودش را دیگه به درجات بالا حس میکرد، متاسفانه به درجات پایینی سقوط کرد. بله، وقتی که میشینند، وقتی که حرکت نمی کنند، به دنبالش یک موانع و عواقب بدی هم ممکن اتفاق بیفته. برای اینکه باید بدونیم در این دنیا آرامش نیست. در جهان آینده فرصت کافی برای خوابیدن و استراحت هست. این دنیا دنیای تلاشه، دنیای تحرکه، دنیای شایدم درگیریه، دنیای آرامش به اون صورت نیست. هرچند نبیین ما، انبیای ما، دوران مشیح را دورانی که هر کسی در زیر درخت خودش، در زیر سایه خودش بنشینه و آرامش پیدا بکنه معرفی کردند، این مربوط میشه به اون دنیا وقتی به اون ایدئال برسیم. ولی ما هنوز به ایدئال کامل نرسیدیم.
نباید فکر بکنیم که دیگه چیزی برای اصلاح نیست، نباید فکر بکنیم چیزی برای پیشرفت نیست. و همانطور که میبینیم وقتی که یعقوب در اون سرزمین کنعان ساکن شد، باید فکر میکرد که هنوز اونجا غربت هست. همونطوری که در تورا داریم، زمانی البته میرسه و اشکان اسرائیل بتخ باداد این یعقوب، زمانی که اسرائیل به طور اطمینان و بتخ یعنی بیتخون یعنی امنیت یعنی آسایش متجلی میشه و ساکن میشه در اسرائیل، باداد این یعقوب اونجا نوشته که اسرائیل باداده، یعنی با همه دنیا مخلوط نمیشه، به اونها هدایت میکنه، نور اونها میشه اما خیلی هم با اونها نیست، خیلی در اونها خلط نداره، مخلوط نیست، ممزوج نیست و اون ویژگی های خودش را حفظ میکنه. و همونطوری که در ادامه میگه در سرزمین الارستاگان و تیروش افشاما و افوتال، در سرزمینی که قله و شیره و انگور باشه و آسمان هاش هم شبنم ببارانند. این بله، این دنیا مال زمان ایدئالی هست، اما از جنبه و از تصورات یعقوب این بود که شاید همون دوره موقعیتی بود که یعقوب بتونه بعد از اون همه مشکلاتی که طی کرد گالوت را پشت سر گذاشته باشه و حالا گولای او و گولای اسرائیل شروع شده باشه، اما اینطور نبود. از یعقوب آبینو میپرسیم، یعقوب آبینو مگر نمیدانستی که خدا به ابراهام چه گفته بود؟ یا دو و ته ده که گرگیه زرخا برس لداهم، یا دو و تعداد دانستن بدان که اولاد تو در سرزمینی که به خودشان تعلق نخواهد داشت غریب خواهند بود. و عوادون به این نوتام و اقوام دیگر اولادان تو را رنج خواهند داد و فرزندان تو بندگی خواهد کرد اونها را. خب یعقوب میتونه جواب بده، خب اینها گذشته، من این مراحل را گذروندم، پس سختی هایی که نزدیک لاوان بودم چه بود؟ مگر گالوت نبود؟ اون 22 سالی که اون فاصله بین من و پدرم و خانوادم ایجاد شد و من به گالوت رفتم و غربت رفتم و اون سختی ها، همین چیزیست که خدا به ابراهام گفته بود که اولاد تو غریب خواهد بود، من غریب بودم نزد لاوان. میتونیم از حضرت یعقوب بپرسیم، اما تورا گفته به دور ربعی یا شوو هنا، 4 جنریشن باید اولاد تو در اون سختی به سر ببره در غربت و بعد برگرده. و یعقوب آبینو میتونه جواب بده، بله، ابراهام، اسحاق، یعقوب و یوسف، بنیامین، دوره چهارم ابراهام، بنیامین، یوسف دوره چهارم هستن بعد از ابراهام. بله، من رفتم و بعد از 4 دوره بعد از جدم ابراهام به اینجا برگشتم. و بازگشت به یوسف و همه خاطر بنیامین در نزدیکی اسرائیل به دنیا میاد. تمام فرزندان یعقوب در غربت به دنیا میاند، در گالوت به دنیا میاند، بنیامین فرزند او در اسرائیل دنیا میاد. او تنها فرزندی است که اسرائیلیه، اما همه بچه ها گالوتی هستند. خب یوسف هم در گالوت به دنیا آمد، اما اون موقع بچه بود، شاید 6 سالش بود اون موقع وقتی به اسرائیل رسیدند، بچه کوچکی بود، او غربت را شاید حس نکرده بود، درکش در اون حد نبود. به همین خاطر یوسف علاقه داشت که باز برگرده. برنامه ها رو طوری چید، خواب هایی دید، رویاهایی داشت که در داستان های این هفته و هفته بعد تورا میبینیم که منجر به این شد که او دوباره بره
دوباره به گالوت بره و دوباره گالوت را آزمایش کنه و سعی کنه با بودن در قربت برنامه های دنیا را تغییر بده و با وجود اون سختی ها، با وجود در چاه افتادن، با وجود در زندان بودن، با وجود تهمتی که به او میزنند و حتی او را بی آبرو میکنند ظاهرن، شون میده یوسف که پدر یعقوب نشستن در خانه خود فعلا در اسرائیل در کنعان و آرامش داشتن و به دنیا توجه نکردن و فقط به فکر خود بودن و استراحت و آرامش وقتش نرسیده و خود تو به من کمک کردی دانسته یا ندانسته که من به مصر، به گالوت، به دنیای بیرون برگردم با همه مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم کنم، از مشکلات نهراسم، در سخت‌ترین شرایط قرار بگیرم اما خود را نبازم، اعتماد به نفس داشته باشم و باز تأثیر بگذارم و مؤثر باشم، همونطوری که مصر اون زمان، بزرگترین ابرقدرت اون زمان به دست یوسف داده میشه و نشون دهنده مسئولیت بزرگ خطیر فرزندان یعقوب و قوم بنی اسرائیل و از آن جمله یوسف به عهده او گذاشته میشه که دنیا را اصلاح بکنه و بعد در طول زمان هم با اینکه ما به اسرائیل رفتیم و مستقر شدیم و خواستیم آرامش بگیریم، تورا را گرفتیم، تورای الهی را، راه و روش زندگی را گرفتیم، درسته که خطا کردیم، اشتباه کردیم و به گالوت رفتیم، اما شاید مشیت این بود که دوباره برگردیم، دوباره به دنیا برگردیم، دوباره به گالوت بریم، دنیا را در نوردیم، الهیت را، انسانیت را، اخلاق را، اون جنبه های اخلاقی تورا را به دیگران انتقال بدیم و به تیکون علام کمک کنیم. ماجراها زیاد بوده، سختی ها زیاد بوده، کشتارها بوده و حتی هولوکاست ها، مشکلات عدیدی داشتیم. شاید هدف این بوده که بالاخره به هر صورت مثل یوسفی که برگشت و به گالوت رفت و آینده دنیا را رقم زد، ما هم در آمدنمون به گالوت این میشن و این مسئولیت را پذیرفتیم. پس راشی میگه بیکش یعقوب لشف به شلوا قفص علاو رگزو شل یوسف. یعقوب هاست که به شلوا و آرامش استراحت کند و بنشیند و ساکن شود، اما رگز و غم یوسف و عذاب یوسف بر او مستولی شد. یوسف راه را عوض کرد، یوسف برنامه ها را عوض کرد و این برنامه ایست که خداوند برای دنیا دیده. یوسف حاضر نیست که به اون شلوا و اون آرامش بسنده کنه. وقتی یعقوب آوینو میخواد آرامش بگیره، در میدراش خزال میگند آمر اقاش بارهو لو دیام لصدیقیم مشیم توکان لایم لخیه هارم ابا. صدیقیم براشون کافی اون چه برای جهان آیندهشون در نظر گرفتیم، حالا میخوان در این دنیا هم راحت باشند و آرام باشند، ساکت و بی تحرک باشند. نه، کافیست اون علام حبایی که برای اونها در نظر گرفته شده. خب برنامه های الهی همراه میشه با فعالیت های انسان و هر جا انسان از اون خط الهی خطور میکنه، خود هم خود رفتار او و هم هدایت الهی برنامه را طوری تغییر میدند که در اون خط و در اون مسیر تکامل جهانی قرار بگیریم. یعقوب آوینو
تصور میکرد که میتونه آرام باشه. او فکر میکرد زمان ماشیح هست، اما هزاران سال هنوز با ماشیح فاصله داشتیم. هرچند همون کارهایی که اونجا انجام میشد، حتی ازدواج فرزندش یهودا با تامار، بعدن میبینیم زمینه نسل ماشیح رو فراهم میکنه، تعیین میکنه با وجودی که مسائل بسیار پیشیده و عجیب جلوه میکنه، برنامه های الهی در خط خودش پیش میره، رفتار انسان هماهنگ میشه، بعضی موقع تلاقی میکنه، اما از یک طرف اختیار در دست ماست و طرف دیگه برنامه های الهی باید پیاده بشه. وقتی که با اون برنامه ها برخورد میکنیم، خداوند اون خط را اصلاح میکنه و ما را به جلو میبره. هنوز در دورانی که الان هستیم هم همینطوره. اتفاقاتی که در دنیا میفته اتفاق نیست. هرچند هر کسی داره برای منافع خودش کار میکنه و دنیا دنیای جدال و منفعت و سود و تکبر و خودخواهی و سلطه است، اما همه این بخشای تاریخی هم در یک نوع بینشون یک ارتباطاتی وجود داره که هماهنگ میشه که به اینکه دنیا را به سوی اون کمال پیش میبره. ما فکر میکنیم که همه بعضی حتی رفتارهای بد بعضی اقوام را میبینیم، امروز در دنیا میبینیم ظلم و ستم را و سلطه را و خفقان را، ولی از طرف دیگری این رفتارها اگر نگاه دیگه به دنیا داشته باشیم، میبینیم که با اینکه انسان‌ها دارن بدی میکنند به اختیار خودشون، اما این بدی و این رفتار بد اونها یک جنبه‌هایی را هم در دنیا ایجاد کرده که لازمه پیشرفت و کماله. حقایقی را به مردم این رفتار بد بعضی از انسان‌ها نشون میده که ممکن بود صدها سال طول بکشه تا بشر خودش به این حقایق برسه، ولی رفتار چنانی بعضی این انسان‌ها به خیلی آگاهی‌هایی به انسان‌ها میده که لازم بود واقعاً صدها سال طول بکشه، ولی در طول یک فاصله زمان کوتاهی تحولاتی در بعضی انسان‌های دیگه ایجاد شده، فهمیدن بعضی از چیزهایی به صورت مسلم بهش ایمان داشتند و اعتقاد داشتند و سنت‌هایی که فکر می‌کردند واقعاً الهیه و واقعیه و از طرف خداست، حالا آگاه میشن خیلیا که اینها واقعیت نداشته و با چشم خودشون حقایق را میبینند و این کمک میکنه که بشر به حقیقت واقعی برسه و اون مشیت واقعی و اون واقعیت عدالت خواهانه خداوند را پیدا بکنه و جهش پیدا بکنه به سوی این کمال. همه تحولاتی که در دنیا میشند بالاخره منجر میشند به رسیدن به اون دوران مشیحی، دوران ایدال الهی. هرچند که در این ماجراهای عجب و غریب و غمناک و دردآوری هم اتفاق میفته، اما طوری که برای یعقوب و برای یوسف و برای اولادان او و در گالوت و در قربت و در هجرت و در جلای وطن برای قوم اسرائیل اتفاق افتاد تا بعد از هزاران سال به کشور خودش بازگشت. هنوز تا دوران ایدئال فاصله داریم، کارهای بسیار زیادی دیگه باید انجام بشه که هرچی ما در خط درست الهی تورا رفتار بکنیم میتونیم اون زمان ایدئال را نزدیک کنیم تا واقعا وقتی برسه که یعقوب و اولاد او قوم اسرائیل بتونن در آرامش و اطمینان در کشور خودشون و در سرزمین خودشون آرامش پیدا بکنن و دیگه نگرانی از ترور و تهدیدها و خطرات اونها را رنج نده. برای رسیدن به این ایدئال هنوز فاصله داریم و رفتار ما میتونه این موقعیت را هرچه زودتر نزدیک کنه. به امید دوران گئولا. شالوم. Obrigado.